رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما همراه هستند. آقای رئیسی، سلام عرض ادب. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و بیننده های عزیز و گرامی شبکه خبر. بزرگوارید. جناب آقای رئیسی، آیا قانون شهروندی جدید در هند در تضاد با بنیانهای دموکراسی نیست؟ آن هم در کشوری که گفته میشه بزرگترین دموکراسی جهان را داره؟ بله، این باید دو نکته رو اینجا توجه داشته باشیم. ببینید، هند به علت یکی از کشورهایی بوده که و هستش که به علت وسعت جغرافیایی پهناوری که داره از دیرباز، از زمانهای خیلی گذشته، یکی از مقاصد مهاجرتی و زیست مهاجران بوده و این همواره ادامه داشته و بنیان یک همزیستی مسالمت آمیز رو در اونجا پایه‌گذاری کرده. تا دوران قرن 19 و ورود استعمار انگلیس و استعمار مسلط انگلیس، اونجا تحت این استعمار این تضاد قومی در هند و عرضم بزرگتون که تفاوت‌های فرهنگی شکل می‌گیره و تشدید میشه به طوری که تفرقه عظیمی در میان اقوام و اقطاب مختلف اقوامی که در وجود داشتن و مهاجرین شکل میگیره. تا دوران استقلال هند که میرسه یک موج جدیدی در این کشور به وجود میاد که اتفاقا اینجا خیلی جالبه که متأسفانه دولت مردان کنونی هند به اون توجهی میکنن. نقش عظیم مسلمان ها در استقلال هند بود، در این حالی که رهبری او رو گاندی بود داشت، ولی مسلمان ها یک نقش عظیمی رو بنا به اظهارات خود گاندی در استقلال هند داشتن. به هر حال این باعث میشه که یک ظهور جدیدی رو هند برمیگزینه در علت موقعیت منطقی خاص خودش و پتانسیل جمعیتش که ذیل روابط خارجی و منافع جدیدی که برای خودش شریک کنه به یک تضاد میشه. تضاد اصلی که دولت مردان هند اینجا پیدا میکنن تغییر سبک دموکراسی مسالمت آمیز و همزیستی مسالمت آمیز بود که در اون کشور جاری و ساری بود. به ویژه نکته ای که من میخوام اینجا داشته باشم این موقعیت ویژه است که در این چند دهه اخیر به خصوص از دوران 1960 به بعد جامعه اسلامی به طور کلی و عام نسبت به جریان رشد و بیداری آگاهی جامعه اسلامی پیدا کرده و اینجاست که متاسفانه هند با یک تضاد در درون خودش مواجه شده که علی رغم به اصطلاح ذیل دموکراسی به کار بردن دموکراسی بزرگ جهان، متاسفانه در یک تضاد درونی اینجوری قرار گرفته که با مسلمانان مهاجر دست به یه همچین اقدامی می‌زنه. بله، تصویب این قانون تا چه حد با ریشه های فکری حزب حاکم و نارندرا مودی که گفته میشه از هندوهای افرادگرا و ضد مسلمانان همراهی داره؟ ببینم اونطور که عرض کردم از دوران استعمار این قانون به صورت نانوشته ظهور پیدا میکنه و وجود پیدا میکنه. شما در مسئله خود گاندی و ترور گاندی صورت میگیره، این هندوهای افرادی برای اینکه به اصطلاح جدایی خواهانه بودن نسبت به مسلمان ها دست به ترور گاندی میزنن، چون گاندی زیر بار این نمی رفت، همونطور که عرض کردم به خاطر نقش عظیمی که مسلمان ها در استقلال هند داشتن و اون معتقد بود مسلمان، سیک و هندو و سایر اقوام و فرهنگ ها اونجا ذیل پرچم هند به عنوان کشور متحد هند عمل بکنن و اینجا هندو. آقای مودی متاسفانه همونطوری که شما هم گفتی گزارش کردم و من میدونید که یکی از هندوهای بسیار متعصب و وفادار به آیین هندو هست و از اون سو به خاطر موقعیت ویژه‌ای که برای خودش داره دست و پا میکنه در صحنه بین الملل و صحنه منطقه‌ای به خاطر اون جریان حضور چین و عرضم به حضورتون که نقش جدیدی که داره تعریف میکنه، منافع ملی رو برای خودش که تعریف کرده که در زیر منافع ملی این بنیان اساسی که هست به نام دموکراسی و همزیستی مسالمت آمیز رو داره از بین میبره. اتفاقا این یکی از چالش های سختی است که دولت آقای مودی حتما با آن مواجه خواهد شد. بله،
با توجه به موضع سازمان عفو بین الملل در برابر این قانون و تبعیض آمیز خواندن آن، تا چه حد تلاش های بین المللی برای مقابله با این دست اقدامات دولت حاکم در هند را موثر میدونید؟ ببینید، سازمان های بین الملل و عفو بین الملل و حتی فراتر از اون نهادهای مختلف بین الملل و حتی اگر دولت های پیدا بشن و دولت های مختلف بخوان استاد بین اکثر من نشون بدن، اینها در حد اکثر عمل های متعارف معمول مؤثر هست، ولی تا قابلیت اجرایی پیدا نکنه و عملیاتی نشه دستاورد زیادی نخواهد داشت. بیانیه ها و اجتماعات آنان برای تنویر افکار عمومی خیلی مؤثره، تحقیقا آثار مثبتی خواهد داشت عنوان یک اهرم بازداننده، ولی این اهرم بازداننده ضعیفه، به خصوص که من دوباره تاکید میکنم ببینید دولت مودی یک دولت راست افراطی هندو هست و در صدد این است که به خاطر مسائل اقتصادی و زیست، نقش مهم اقتصاد در زیست کشورش که به عنوان یکی از 20 کشور بیست اقتصادی کشور برتر جهان مطرحه از یک سو، و طبق با آمارهایی که داره طی دو دهه به عنوان یکی از اقطاب اقتصادی داره محسوب میشه و دست به این اقدام عظیم میزنه، باید برنامه عملیاتی و اجرایی از روی نهادهای بین المللی و حتی خود ملت ها و به خصوص خود مردم هند، مردمی که به هر حال در تاریخ مشهور به آزادیگی و دموکراسی و آزادی‌کشیگی هستند، یک صورت اقدام عملیاتی صورت بگیره و الا به طور قطعی به صورت این بیانیه ها ضمن تنبیر افغانی دولت مودی و آینده جامعه هند رو با یک چالش عظیم مواجه میکنه، چون ما حدود 200 تا 250 میلیون مسلمان داریم که نقش آفرین هستن و نقش مؤثری هم دارن در حوزه سرمایه و سرمایه و نیروی کار داره. بله، تشکر از همراهیتون در این برنامه. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران، با ما همراه بودند.